هر فصلی یه جوره، ولی چرخ یخچالدار جور و جوره. اصل چرخ یخچالدار کیمیاست، البته نه واسه همه. اونی که سرمایه‌اش داره چه کیمیایی میخره بستنی و فالوده و آبزرشگ و آبالبالو میریزه توش. حالا تو شهر نچرخ کی بچرخ، حالا اسکناس رو اسکناس نذار کی بذار. تو کیمیا قیفی 20 تومن سوده، تو یخی 10 تومن، نوشمک 6 تومن، آبالبالو و آبزرشگ هم که همه ای سوده. یخچال که داشته باشی، قرتی هم که باشی، یخ بلوری میذاری تنگش میریزی تو لیوان آبزرشگ. با یخ بلوری و بی یخ بلوری، زرشگ و آبالبالو همه ای سوده. خدا به خود سیگاری هم نباشی، سود رو سوده. حالا من این که سیگاری هم روزی دو بسته پول دود میکنم میره رو هوا یه طرف، بی یخچالی هم یه طرف. هی یخ قالبی میچپونم بغل پاتیله، هم میزنم که وا نره، خراب نشه، تگری بمونه. صفای این فالوده بیشتر از اون بستن یخی هاست. ای من به صفاش چی کار دارم؟ برادرم صفا دانشجوه، پول میخواد دانشگاه. صابخونه که صفا سرش نمیشه. صفا که میگم، صفای فالوده پاتیلی رو میگم، وگرنه برادرم صفا رو که میشناسه صابخونه. کرایه سر برج ولی بهتر از همه چی میشناسه. ولی زمستونا، زمستون این بازی برگشته واسه من. باید جبران کنم. شده تابستون 3 خوردم، 4 خوردم، همش از جیب خوردم. ولی مثل الان که زمستونه جبران کردم. باقالی و لبو و شلغم و سرکه و گلپر و نمک یخچال نمیخوام. میفروشم شکر خدا اینو قند. جبران 3 خوردن و 4 خوردن و عجیب خوردن تابستونم میشه. ولی پس انداز خرید یخچال نمیشه. آه نگاه، پول شب و روز میکنه. داداش اینا چجوری پول در میارن که ما نمیتونیم در بیاریم؟ ارث پدریه یا جربوزه؟ جربوزه فقط. قصه خوردن رو دوست داری؟ نه قصه نیست، گذشته است. رسول هستم یک معتاد، هیچ وقت نمیشه ازش عبور کرد. پس هیچ وقت قرار نیستش که با هم دیگه زیر سقف زندگی کنی؟ سقف من آماده است. نمیتونم داداشم ول کنم بیام کلبه ای تو زمین تو، لااقل الان نمیتونم. تهران واسه من یعنی وسوسه. مواد همه جا هست، وسوسه‌ام همه جا هست، ولی خاطری شکست تو پرونده فقره آخرم فقط اینجاست. من اون پرونده رو باختم چون عملی بودم، باختم چون صبحمو نشه بودم، شبمو خمار، باختم. بردی، اعتیادو گذاشتی کنار. با گل بهار نمیشه، بای باختم دنیا با آخر نمیرسه. من شیرین خوردتم، محرمتم، ولی این خونه پدری نباید خالی بمونه، لااقل تا وقتی که آراز و حنیف سر و سامون نگرفتن. تو اینجا باختی، همینجا هم دوباره برد شروع کن. توی وکیلی، لااقل وکالت خودتو قبول کن و به گذشته پیروز شو. برد من توی وقتی محرمم شدی بردم، تو سر پام کردی، تمیزم کردی، کیسه دست گرفتی پاکم کردی. بعد تو تنها چیزی که منو سر پا نگه داشت کشاورزی سر اون زمین بود.
تنهایی تو اون کلبه بود. دنیا یه جوریه که انگار دیگه هیچی سر جای خودش نیست. نگاه، این درخت شکوفه داده درست وسط چله زمستون. منم سر جام نیستم، اینجا سر جام نیستم، تو اون کلبه کنار تو با تو سر جامم. خست نکن عاطفه، لازمت دارم. بزن بیرون از این شهر پرزود. حنیف و آرازم خداشون بزرگه، گردن کلفتر از خدا که نیستی. هستی؟ میرم کلبه. مواظب باش، تو این فصل جاده ها خرابن. یادت نره. تو واسه بقیه آبجی خانمی، واسه من عشق. واسه من چی؟ عشق. شبم خوابش نبرد؟ نه نه خوابید. پس این دوران و این داستان همش علکیه. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. آج خانوم آبجی عاطفه شاعره. تو بخندی یا نخندی من راست میگم. خب خاله ما اینجوری در اومد دیگه، دختر خوندهشو به شرطی میده به داداش ما که دادشم بگه من کلا بردارم. نه آراز دوستش داره، میخوایش، ولی نه به این قیمت ها. بیا این دوغ و سر بکش، بریم یه چرخی تو خیابون بزنیم، بلکه خوابت برد. داداش به خونه زندگیت میرسیدی نصف شبیم. خونه زندگی من توی دیگه. یه ضرب. یه زر
اینجا عارف. میمردی خود جمع جورش کنی نه؟ حتما باید من بیام. آره؟ خیتی عارف من بعد بیت شاری بیداری چشم از حجره آور نمیداری. حسنم بچه سلام مخلصم. آرزو حنیف چرا تو حجرشون نیستن؟ سلام آقا. سلام. زینش کن آرا بچه تا مگه اینقدر تمیزش میکنی؟ آره بچه همه اگه تو کم به اون ابو تیاره میرسی. نه بابا اون یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه است. پیر مردیه. عباس آقا ویلکن ویلکن این پدر بزرگو به ما برس بذاریش بالا رفتیم چه شب همی الان نوکره دست جانم جونم داداش
سلام علیکم خانم داداش. از بابای خدا بیامرزمون فقط اینجوری چای درست کردن یاد نگرفتم، چیزای دیگه هم یاد گرفتم. اینکه نه صبح نه شب نه صلات ظهر نه خروس خون نه شغال خون حجره نباید تعطیل باشه. حجره تعطیله داداشی؟ تعطیل نیست. چرا دیگه؟ حنیف نیست، تو هم نیستی، کارگرا هستن. تعطیله دیگه، وقتی صاحب کار بالا سر کارش نباشه یعنی تعطیله. منو نبین سالی ماهی یه بار دیر میام. من 60 تا دوربین خوابوندم تو این حجره، وصلشون کردم به این چی میگن گوشی موشی ها، واسه همون سالی ماهی یه بار دیر اومدن. یه پرتقال جا به جا بشه عمرن بشه، یه دونه آجوری منو بر بشه عمرن بشه. میدونی چرا چشم سپردم به این دوربین ها؟ برای اینکه یه سر دارن هزار سودا، ولی سودای اول آخرم توی داداشی. حالت، احوالت، اینکه شب خوابت میبره یا دوباره بیخوابی زده به سرت، نمیدونم تو پیس زمین نخوردنت، کارت، کاسبی داداش، مرده و کارش. حنیف کجاست؟ من اصلا نمیدونستم حنیف نیست. حنیف پسرخونده بابامون شد، چون بابای خدا بیامرزش به شاگرد اعتماد کرد. شاگردم برداشت این بساط سیگار فروشی شد زیر پله با آتیش داد، بعدم رفت با استاد عقب زد تو سرش. اون وقت کی خودش رو زد تو آتیش که 4 تا کارتون سیگارو که کل سرمایه زندگیشه بکشه بیرون؟ همین اصغر صرافت خدا بیامرز، بابای حنیف و لیلا. اینه که بهت میگم شاگرد به درد نمیخوره. آراست، وسط نصیحت هم به کجا چسبیدی؟ به همش. ولی دیگه به لیلا چسبیدیم. شما گفتی بحث لیلا بسته شده. من نگفتم، من نبستم، کریم بوستان بست، همین شوهر خالمون کریم بوستان، اون پسر یه لاغواش ستار. وگرنه من جلوی عاشقی داشتم بستم، اونم عاشق به کی؟ به لیلا، هم که خواهر حنیفه، خواهر برادر خوندمه، معتمدمه، رفیق روزای تنگمه. شما راضی باش آقا کریم بوستان ستارش با من. فعلا که خود لیلا گفته نه. لیلا که تو رو دروازی خاله الفت و کریم بوستان و کل خاندان مونده. با تو میتونی این رو دروازیشو برطرف کنی؟ با تو نمیتونی، نمیتونی. 15 ساله دارم به طبل رسوایی من میکنن که چاوش دزده. چاوش بعد مرگ باباش سهم شریک باباشو بالا کشیده، اون که خالمونه میگه بالا کشیدی. از کریم بوستان اون ستار چه توقعیه؟ اصلا من بد، من چه؟ من خولی، من کلاهبردار. شما از همین لیلا خانوم بپرس، مگه بعد آتیش گرفتن باباش نرفت دختر خونده کریم بوستان شد؟ ها؟ ازش بپرس چند ساله تو رفتی خونه کریم بوستان؟ اصلا بوستان تو خونش چی داشت که 200 میلیون بیارزه که این همه مدت تهمت کنه پشت قباله آبروی من؟ 200 میلیون همین الانش هم 200 میلیونه، چه برسه 15 سال پیش. یه حجره بوده، 3 دنگ اجاره، 3 دنگ مال بابای ما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هنوز 40 بابام نگذاشته نشستم بیخ خره من که 200 میلیون پول بابای ما پرشال بابای شما بوده. بی آبرویی، عربده، شلنگ تخته، اینا رو از لیلا بپرس. بپرس تویی که رفتی دخترشون شدی. اصلا زندگی اینا به شمایلش میخورد یه پول قلمبه 200 میلیونی باشه که مدعی هم تو پرشال بابای ما بوده؟ اصلا شمایل اینا میخوره یه پول 200 میلیونی داشته باشن که این همه سال رنگ سیاه کردن پاچیدن تو صورت من؟ اینا رو برو بپرس. نمیتونم بپرسم. چرا نمیتونی؟ شما گفتی لیلا بی لیلا. چون داشتن غرورتو سر میبریدن بچه، میخواستن یک کلمه بگی؟ شما راست میگید،
داداش من کلاوردار دزده. اون وقت لیلا تو سینی بفرما خدمت شما. ولی اگه این پرسیدن خیلی واجبه، بیا ازش بپرس. بپرس داداشم اونیه که شما میگید یا خانداداش؟ خانداداش چی خانداداش؟ بی خانداداش تو شک داری مشتی؟ نه به قرآن نه به عرب خاک آقامون. اصلا ببین حرف از کجا به کجا میرسونی مسلمون. از عاقبت به خیری کارت رسیده به شک کردن به خانداداشت. رسید به علاقم. به کی؟ به جفتتون. نمیدنش بهت. فدای سرت، قربون سرت. حرف باز شد، حرف زدی. آقا چاوش، مرتضی کارت داره. کجا میری خانده داشت؟ حنیف پارچه رو کنده رفته، رفته سراغ ستار. کار ستار دیگه، میرم شهر نشه. مگه میدونی کجاست؟ ایستگاه مسافرکشی ستار. اگه باشه، اگه دیر نرسم. خواهی از لیلا بپرسم؟ بچه بابام نیستم اگه بذارم. فقط آه کشیدن از حسرت لیلا به دلت بمونه. فقط تو رو روح بابا قسم، بی وقت و بی بهونه است بشنه باشه. داداش حنیف کو کی تو رو خبر کرد؟ بابا فهمید؟ نه منش مسافرکش خبرت کرد؟ خب که چی؟ اومدم برادرم آزاد کنم. ببخشید الان چه مشکلی وجود داره؟ ازم شکایتی نداره، ایشون میتونم برم. ولی اون یکی نه، با مامورم درگیر شده. علکی که درگیر نشده، حتما یه حرفی زدن، یه کاری کردن، یه اتفاقی افتاده دیگه. میخواید ببریش تنت ببر دادگاه، اونم با تشخیص مقام قضایی. خانم اون نوچه است بابا، سندش کجا بوده؟ از حرف زنده داشت. سند میخواییم باید برین از اربابش چاوش بگیریم. ما کارمون خواستن این چیزا نیست، باید برید دادسرا. پس کارتون چیه؟ انداختن مردم تو زندان؟ بفرمایید بیرون خانم. برو آبجی، برو. کدوم آبجی؟ چرا انقدر با هم دعوا میکنین؟ چرا انقدر به دست و پای هم میپیچین؟ ناراحتی؟ برو اون وری قش کن. بفرمایید بیرون. کدوم وری قش کنم؟ اصلا قش کنم ایرادش چیه؟ سمت تو بابا بستان قش کنم ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که ما مال باخته ایم، تا قیامت هم دعوا داریم. به کجا رسیده این دعوا هاشو؟ 15 سال ولی هنوز پول کریم بستان زنده نشده. پس 15 سال دیگه این دعوا های دعوا داره؟ تنی ناتنی ها کی باب کرد؟ کدوم نامسلمونی باب کرد؟ من که مو به مو به تو بستم چون آبجی می کی تو رو از خودمون ندونستیم؟ از آبجی کمتر چی از من شنیدی؟ خندت خندمون بوده، عشقت عشقمون بوده. زندگی کریم بوستان عشق نداره؟ از کجا رسیدی به مسافرکشی شیفتی با ماشین من؟ زن و بچه من چند سال یه بار باید برم مسافرت؟ خودتو که تو این خونه باید زندگی کردی چند سال یه بار مانتو تو عوض کردی؟ اصلا ول کن مسافرت و مانتو رو، ول کن. مادرم رو چیکار کنم با کلیه نداشتش؟ بچه من نمیخوره، نمیپوشه، به خاطر اینکه چاوش پول بابای ما رو کشیده بالا. داداش تنیه تو هم نوچشه. تنیه ناتنیه کدوم نامسلمونی باب کرد؟ حرف خودم به خودم برنگردون. داداش همی بر منکرش لعنت. صلح و صفا و آرامه صلوات. صلح؟
آرامشی اتفاق نمیفته تا پول بابامون برگرده. چاوش با پول بابا ما این همه سال کار کرد. از سه دونگ حجره باباش رسیده به چند تا حجره شیش دونگ، رسیده به ساختمان‌سازی. بچه من نخوره بچه اون بخوره، صلحی اتفاق نمیفته تا حق به حقدار برسه. اولا که اون بچه نداره، دوما قانون حقت ندونسته داشت. قانون؟ من نگاه قانون که بفش غریبه است، از ما سند و مدرک و دستخط خواست نداشتیم. شما چی؟ نبچی خانم؟ لیلا خانم تو هم غریبه؟ دستخط میخوای؟ نداریم. رسید میخوای؟ نداریم. کریم دوستان نداره، یعنی داره، داغ دلش از چند سالگی باباته. منو نگاه، چشمشو نمیشناسی؟ داغشو نمیشناسی؟ یا میشناسی خودتو زدی به کوچه آراز؟ من الان حرفی از آراز زدم؟ حرف از ناحقی ما زدی. من حاضرات که این دوستان ناحقه، دروغ میگه؟ مامان الفت ناحقه، دروغ میگه؟ نه اینو نگفتم، نگفتم دروغ میگن. سند و اینا خواستی؟ زنگ بزن به دایی توکل ببین میتونه سند چیزی جور کنه. به آراز و چاوش رو نمیزنی. سلام علیکم دایی. سلام دایی. کی مزاحم شما شد؟ بله لیلا خبرتون کرده؟ بله دایی بیا. سلام داداش. چرا مزاحم دایی شدی؟ جنگ تو و صدا کسی جز دایی توکل واسش گذاشته؟ نه هیچ کس. ناز بشه دوابجی خانم، بی پدر بی پیر پاشد اومده اعلان گذاشته سردار حجره. چی؟ بی پدر بی پیر؟ الکم دایی شنفتی لیلا؟ نه. بی پدر بی پیر به ستار بود؟ نه. به کریم حسان بود؟ کریم حسان باباشه. کریم حسان اسمش طاقت شنفتن فوش نداره. تمام اعتبار کریم بوستان به نجابت و عفت و کلامشه و تو داری ریچال بارش میکنی؟ جونش به جون بدری بند نبوده ها؟ کی برده؟ کی خورده؟ هر کی برده، هر کی خورده ارزش یه موی گندیده کریم بوستان نداره. نگاه کن بابجید، نگاه کن ماشاءالله یه دستگل تحویلت داده، بعد الان شد بی پدر بی پیر. تو این قائله تو سر پیازی، تای پیازی میپری وسط، میزنی، میشکنی، فوش میدی. دایی توکل احترامت واجبه. واجبه؟ جواب نده. جواب نمیده. جواب ندم که معلوم نمیشه کدوم بره پیازم، که نون نمک حاج بدری و پسراشو خوردم وقت نمکتون شکندم. حاج بدری راضیه تو به کریم بوستان بعد بگی؟ نیست. حاج بدری راضیه کریم بوستان رو داره دستش را بیافتن بکوبم به طبل رسوایی پسرش؟ حاج بدری راضیه پسرش به عتش لیلا بسوزه و تو فکر جنگ و مرافع خودت باشی؟ آبجیم گفت نه.
سورکی آرش کنم؟ من اگه گفتم بله سر همون نون نمک که من گفتم چه تو این بلده پای نون نمک کریم بوستان واسه اون وقت من بلد نیستم پای نون نمک آج بابد جا پسراش واسم من سر چووش خانده داشتم چووش نمکتون نمیشکنم سرم میشکنم میمشم خونه؟ کدوم خونه؟ خونه نداریم ما میدون جنگ جفتش اه؟ سعی تشریف باری تو قلشون بگو چی گفتم سر خانداش چاوشم سرم میشکنم چاکر دایی این دوتا با جناق یا هم رفیق بودن با هم مو سفیر کردن حالا خاص خدا بوده یکیش آروم ساکت زیر خاکه یک کم نفس بریده داره واسه خودش لک لک میکنه این وسط هم عاطفه شده بزرگتر هم از اون تو بزرگترش عیب میبینی؟ عیبی نمیبینم آتیش افتاده بین این خانواده زن کیه؟ مرد کیه؟ اونی که این آتیش رو خاموش کنه و ساکت کنه عاقله رگ گردنی کیه؟ کسی که صلح بیاره آشتی بیاره نه اینکه بزنه بکوبه آخرش کلانتری سند باشه این سند امانیتون خلاص میکنم بابا حرفم سند گرایی نیست دایی ولی من هست دایی ها حنیف رگ میده واسه چاوش چون باباش سدونگ حجر داره تو وصیت‌نامه به نامش نه واسه نی حنیف رگ میده واسه چاوش چون چاوش بسک دوبله و سوبله کرده و قاسه و میکنه نه به ناموسم قسم کمی لیلا باشه نه واسه خاطر اینا نیست واسه خاطر دلم دایی دلم با چاوشه دلم با آرازه چاوش میشه آراز کمتر نمیتونم بشینم ببینم مردی مثل چاوشه میخواد خراب کنن پارچه خط خطی کنن بنویسن روح باباش تو آتیشه به خاطر چاوش بعد یا مثل سردر حجره اهن تو لپ چاوش به خاطر چهار تا حجرشو بساز بفروشیش نیست سر اسم باباشه که کلش بالاست پنجاتون مخور داره قد داره سایه داره حرف میزنه پشتش در میون میگن نوچشم آره من نوچشم نوچه مرامشم نوچه مظلومیتشم میگن نوچه جیبشه بذار بگن انقدر بگن که قلقونش خروسک بگیره عزت زیاد دایی همه چیز اینجا چار کن به گوش احد و ناسی نرسه به خصوص کریم بوستان سلام آقا سلام علیکم آزادی انقلاب آزادی انقلاب آزادی انقلاب آزادی انقلاب آزادی انقلاب خوشم با توه گفتنی ندارم آقاشون گفتم گوشم با توه دادگاه تجدید نظر تجدید خواهیمون رو رد کرد دادگاه تجدید نظر این مشت و کوبونده پای چشه میگن دستخط رسید مدرک تو چه میگی؟ دستخط رسید مدرک؟ من هرچی شما بگی میگم چرا هیچی ازشون نگرفتی آقا جون؟ من و بدری بینمون رسید مسید نبود قولمون قول بود دست دادنمون سند بود نبود که به اینجا کشیده خدا بیامرز که دستش از دار دنیا کوتاست اون کجا و دبه کجا میگم این صورت چی شد؟ من مدرک نمیخوام دادگاه مدرک میخواد پارچه نوشتم زدم سردر تره بار که چاوش مال مردم خوره مچشم از سه تا زد دوتا خورد از صبح تالایی من انتفاق افتاده افتاده به تو کاری کردی که بیافته داغ دلت کدوم داغ داغ عیالوار بودنت عیالوار بودن هم نشستن پشت این ماشین نبوخ داره نه صندلی همه همین نبوخ داره نه صندلی نون دوتا خونه باره میده آقا میخوام نده
ناشکری نکن. شکر چیه بگم؟ مردی که داره برج میسازه برای سعادت آباد. مرد چنگش، خدا یادش کنه. مال حرومه. گوش کن پسر جون، آراز و چاوش واسه من هنوز یتیمای بدریان. اگه من نبودم و اون زنده بود یتیم نوازت میشد، حالا که اون نیست من یتیم نواز بچه هاشم. آقا جون حقمون، حق نبت. شرط دختره دیگه، این چیه پای چشت؟ میگم نتیجه اعتماد الکی با بزرگش. برو پایین نماشی. نماشی گفتم برو پایین. ببخشی. من سرم پایین نیست، نه پیش خدا، نه پیش زن بچه با نوه. پول به باد قمار ندادم که، به باد دود و دم الباتی ندادم که، کار کردم، جون کردم، از بدری نگرفتم، نگرفتم تا پولمون پول شه، رو هم شه بشه یه حاجته مال خودمون. خدا بیامرزه بدری رو. یه لیوان آب بخواست بخوره نصفشه بیزنش واسه من. اون کجا اهل بردن خوردن بود که پسره اهلش شد؟ چی بگم بچه جون؟ خون میدونی چیه؟ تو دعوا میریزه، از این بر بریزه سوختم، از اون طرف بریزه سوختم، دو سال سوختم پسر جون. بشین سر جات پسر جون، بشین سر جات، یه لقمه نون در آرد بزن بچه تو خواه. آخرین دوستان پر کنم. ظلم و ظالم و واگذار کن به خدا. این چیه؟ دیالیز مامان که دیگه جواب نمیدنم، واگذار کن به خدا. پول کلیه‌ای که باید بخریم نجاتش بدیم و زنده نگهش داریم من واگذار بکن به خدا. آقا کریم بوستان کلیه میشه واسه خاله. زبون شما هم تهمت از رو من برد. نماد بچه دید از بچه لیلا میخواده. اگه تا حالا کسی از خودش شنیده بگه نمیخواد. پس مبارک در عوضش چاوش باید چند میلیارد بده؟ چند میلیارد داره؟